درود و شبتان بخیر، به محور خوش آمدید. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از حضور نمایندگان زن افغان، جامعه مدنی و دیگر نمایندگان کشورها در نشست دوحه خبر می‌دهد. استفن دوجاریک در یک نشست خبری می‌گوید این نشست قرار است در 18 و 19 ماه فوریه سال روان میلادی در قطر برگزار شود. پیش از این معاون سیاسی ریاست وزرا گفته بود که در نشست دوحه نماینده امارت اسلامی نیز حضور خواهد داشت. تا کمتر از 3 هفته دیگر دبیرکل سازمان ملل متحد میزبان نشست درباره افغانستان در دوحه خواهد بود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که قرار است در این نشست نمایندگان زنان افغان، نمایندگان جامعه مدنی و کشورها نیز حضور یابند. استفن دوجاریک میافزاید که در نشست دوحه اعضای نمایندگان افغانستان و سازمانهای منطقه‌ای گرد هم خواهند آمد. این جلسه مقدماتی دنبال کننده اعضای نمایندگان افغانستان و سازمان‌های منطقه‌ای است که همه در آن با هم جمع می‌شوند. ما نقش مهمی در سازماندهی این جلسه نداریم، فقط در تاریخ 18 تا 19 ماه فوریه در دوحه حضور خواهیم داشت. این جلسه همچون بخشی از رویدادی با حضور نمایندگان زنان افغان، نمایندگان جامعه مدنی و سایر نمایندگان اجتماعی برگزار خواهد شد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی حضور زنان افغان در این نشست را مهم دانسته و می‌افزاید که در این نشست باید روی مسائل بنیادی افغانستان گفتگو صورت بگیرد. د افغان خوندو یا د افغان شزینه و استاد مرد دعوت سوی دی دا یو ډیر نیک فعال دا مخفی نیک فعال نسو ځکه چې افغان خوند د دې جامع نیمه غړي دی نو هڅه چې اسلامي امر ته استاد دعوت سوی دی مجد هم شن فعال نسو په نیک مرغی نسو چې مج خوند مرد دعوت سوی دی. چند خانم دعوت میشن به شکل سمبولیک و ای آغاز یک مذاکرات بین الافغانی هست، به خاطر که ملل متحد در تلاش ایجاد یک نمایندگی دائمی به خاطر برانداختن مذاکرات بین الافغانی تفاهم ملی و بر اساس از این مشارکت سیاسی و یک تحول کلان سیاسی باید در افغانستان شکل بگیره. پیش از این معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با کاردار سفارت ناروی برای افغانستان از دعوت شدن نماینده امارت اسلامی به نشست دوحه خبر داده بود. نشست دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در 18 و 19 فوریه برگزار خواهد شد. به هدف از برگزاری این نشست گفتگو درباره چگونگی رویکرد افزایش مشارکت جهانی به شیوه منسجم تر، هماهنگ تر و ساختار یافته تر از طریق در نظر گرفتن توصیه های ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است. من شمس همانی هستم. مهمانان محور آقای سید جواد حسینی، آگاه مسائل سیاسی، اینجا در استودیو بانو دیبا پتنگ، فعال حقوق زن که از طریق سکایپ وصل هستند، و همطور هم آقای سید عبدالمقدم امین، آگاه روابط بین الملل، تا لحظات دیگر اینجا در استودیو با ما خواهند پیوست. بسیار خوش آمدین مهمانان. و بس آقای حسینی، اگر با شما آغاز بکنیم، نشست های متعددی درباره افغانستان پس از حاکمیت امارت اسلامی میدانیم برگزار شده، ولی آنچه در این نشست برجسته است حضور نماینده امارت اسلامی و اینطور هم فعالان جامعه مدنی و زنان است. چطور میبینید؟ به نام خداوند بزرگ و مهربان، ضمن عرض سلام خدمت ملت افغانستان، شما و دستان درکاران طول نیوز و همچنین دیگر مهمانان عزیز بحث، ممنون. شما ببینید که این نشستی که قرار است برگزار شود حداقل در نزدیک به 3 سال اخیر در مورد افغانستان یک نشست بسیار مهم و پر اهمیت می باشد. بله. در این نشست ظاهرا 29 کشور نمایندگانش حضور داره و آنچه که از دیگر نشست ها بازم متفاوت ساخته این نشست ها را حضور نمایندگان امارت اسلامی افغانستان و حضور فعالین جامعه مدنی و زنان است. بله. و این دو مورد این نشست را نسبت به نشست‌های قبلی که در به موارد مختلف برگزار شده با عناوین مختلف متمایز کرده. در نشست‌های قبلی واقعا یک نقیصه بود، به خاطر که طرفی که باید با اونا با ایشان صحبت میکرد، یعنی حکومت فعلی افغانستان، این حضور نداشت. بله. ولی خوشبختانه در این نشست حضور داره
و ما از حضور امارت اسلامی و از حضور فعالین جامعه مدنی در این نشست استقبال میکنیم و این را یک امر مثبت تلقی میکنیم. امیدواریم که ما بتانیم از این نشست به یک نتیجه خوب دست پیدا بکنیم. شما ببینید که اولی که هر حرکتی که افغانستان را از انزوای بین المللی بیرون بکشد یک امر مثبت و پسندیده است. که شما باور دارین به این نشست خب میتونه در این مسیر کمک بکنه افغانستان با توجه به نشست های دیگری که سرها میگن نتیجه ملموس نداشته؟ شما ببینید اگه ما بخوایم که همه مسائل از یک نشست نتیجه بگیریم قطعا نمیگیریم. ما گام به گام باید نگاه بکنیم که گام به گام ما حرکت های مثبت اول داریم تا بر اساس گام های مثبت در نهایت بتانیم یک نتیجه مطلوب بگیریم. قدم های نخستین خواهد بود برای ادغام افغانستان با جامعه بین الملل. بله. شما ببینید که در نشست های قبلی یکی از مسائل را که نمایندگان امارت اسلامی مطرح میکرد امی بود که میگفت ما حضور نداریم لذا تعهدی بر بیانیه های پایانی اونام نداریم میگفتن. در حال حاضر این خودش امی که نماینده امارت اسلامی حضور داره، امی که صدای کسا افغانای خارج از حکومت در اونجا شنیده میشه و جامعه بین المللی هم حضور داره یک امر مثبت ممکن است البته یک آغاز باشه ولی در نفس خود یک امر مثبت و پسندیده است. ما نگاهم است که در 2.5 سال گذشته امارت اسلامی یک سری فرصت ها را از دست داده، در 45 سال گذشته حکومت افغانستان فرصت های کلان از دست داده. ما امیدوار هستیم که از این فرصت استفاده مطلوب صورت بگیرد. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. بانو پتنگ، زنان نمایندگانش در این نشست حضور خواهند داشت، همینطور هم نمایندگان جامعه مدنی. چیزی که سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته، از طرف دیگه هم دیروز امارات اسلامی اعلام کرد که نماینده امارات اسلامی در این نشست حضور پیدا میکنه. بحث نماینده بسیار مهم است. وقتی امارات اسلامی میگه نماینده ما حضور پیدا میکنه، خب به این معناست که کسی از آدرس حکومت سرپرست معرفی میشه. نمایندگان کشورهای دیگر هم خب همینطور از آدرس وزارت خارجه، ولی نمایندگان زنان و همینطور هم نمایندگان جامعه مدنی چگونه انتخاب میشه، چگونه دعوت میشه و شما فکر میکنین زنان چه انتظار دار از این نشست؟ آقای امانی سلام به شما برسد، میرقم سلام و احترامات خود بر میمانای عزیز شما تقدیم میکنم و بر بینندگان تلویزیون شما. گوری دغه ناسته چې داسې فکر کوم چې موږ تاسو کولای شو لکه دلته چې حسیني صاحب د خبرو ته اشاره وکړه چې ښه فرصت نه استفاده وکړو، خو اوس خبره دې ته راځي چې ګوری موږ تاسو اوس طالبان وش ورکړلی چې راولو بېته هغه مذاکرې میز ته چې دوی دغې ځای نه واک ترلاسه کړله، په هماغه ځای کې چې دوی په دوحه کې هغه تړون وکړله چې دوی به د میرمنو حق و حقوق ته به احترام ورکوي، دوی به نجونو مکتوبونو مخالفین به نه اوسي. نو نن به چې دوی بېته بیا راځي په دغه میز په ګرد کې دوی بیا راټولېږي او د دې څنګ سره موږ تاسو هغه میرمنې چې د افغانستان د میرمنو نمایندګي کوي هغوی به هم هلته اشتراک وکړي. خو دلته ګورې اساسي خبره دلته دې ته راځي چې هغه میرمنې چې اوس دلته معرفي کېږي هغه میرمنې به څوک وي؟ آیا هغه میرمنې بیوي چې د افغانستان میرمنو نمایندګي کولی شي کنه؟ که نه بیا همغه دوباره همغه څېرې بیوي چې په ماسکو کې او په دوحه کې چې د دوی سره ناستې وي او ناکامه سیاست یې ولوبوله او نشوای کړی چې د افغانستان د میرمنو د حق و حقوق نه هلته دفاع وکړي. نو زه فکر کوم چې دلته بینالمللي ټولنه چې راځي چې موږ د میرمنو استازیتوب هم ولرو، نو زه فکر کوم چې دلته فعلي واکمنۍ څه شی کولی شي چې هغه استازي دوی هم ورته معرفي کړي چې د افغانستان د خلکو د هغې میرمنو نمایندګي کولی شي چې نن ورځ واقعیت هغه میرمنې په افغانستان کې شتون ولري او د افغانستان د میرمنو غږ هلته وشي اوسېدلی. بله، خب این مسله خیلی مهم است. همونطور که شما هم میگن بانو پتنگ، یک شماری از زنان هستند که در بیرون از افغانستان هستند، در همین مدت حاکمیت امارت اسلامی در بیرون از افغانستان بوده، در نشست های مختلف هم به نمایندگی از زنان افغانستان شرکت کرده. هدفی است که چگونه باید امیر روند هنوز چون اعلام نشده که چی کسانی به نمایندگی از زنان افغانستان شرکت میکنه، یعنی از کدام مجرا و از کدام روند میشه به گونه درست نماینده زن را زنان افغانستان حداقل انتخاب کرد که آنچه زنان افغانستان میخواهد را بتونه صدایش را بلند بکنه در این نشست؟
ګوري فلی واکمنه زفکه کم شرط مزر کولای شي باید یو کمیستون را جوړ کړي چې هغه میرمنې چې په مختلفو ولایتونو کې په افغانستان کې اوسیږي او نمایندګي کولای شي او هغه اوسیدلای شي چې د مختلفو ولایتونو نه وي راشي په دغه سازمان کې یا دغه نمونه ولیکل شي او هغه معرفي شي چې هغه وشي کړی چې دغه ناسته کې هلته شتون ولري. زه فکر کوم چې هغه میرمنې چې خارج کې د افغانستانه خارج دي هغه نشي کولای چې د افغانستان د میرمنو نمایندګي وکړي، هغه به صرف وشي کړی چې د خپل ځانونو نمایندګي وکړي یا به بیا در رقم ناست ته چې دوی ورځي صرف د خپل رابطو د ټینګولو په خاطر باندې به هلته دوی ناست ته ورځي بیا به هغه خپل ناکامه سیاست به دوی مخته کوي. نو زه فکر کوم چې دلته په دغه اساس مرحله کې فیلی واکمنه کولی شي چې بهتر رول ولوبوي چې هغه استازی هغه ریښتینې میرمنې چې واقع د افغانستان د میرمنو غږ اوسېدلی شي کمیسیون د را جوړې کړي وټکي زموږ تاسو په افغانستان کې تکړه میرمنې لرو چې هغوی کولی شي چې د افغانستان د میرمنو غږ واوسېږي. موږ ضرورت دیته نه لرو چې د اروپا نه میرمنې را وبالو او په دا رقم ناستو کې هغوی بیا اشتراک وکړي. موږ تاسو باید د تاریخ نه زده کړه وکړو، هغه رقم کړل هم باید ونه کړو لکه په جمهوریت کې چې 2500 نفرو لست پرې ورکړله چې دغه ټول دوحه ته ځي، هغه صرف د دې په خاطر باندې چې هلته رابط د بینملي ټولنې سره جوړ کړي. زه فکر کوم که تاسو دلته باید خپلو ملي ګټو ته باید ژمن پاتې شو او فکر پکې وکړو چې څه شی دی. این حرفهایی را که شما میگین بانو پتنگ خیلی خوشبینانه هم است، چون بسیاری ها باورشی است که امارت اسلامی موانع را بر زنان ایجاد کرده، این امارت اسلامی بوده که باعث شده زنان از سیاست حداقل دور شوه، دور نگه داشته شوه. در یک چنین وضعیت فکر میکنین امارت اسلامی آماده بر این باشه که یک شمار از چهره ها را به عنوان زنان سیاسی معرفی بکنه و از داخل افغانستان برن در نشست دوحه و اونجا به نمایندگی زنان افغانستان حرف بزنه؟ و اگر حرفم بزنه فکر نمیکنین یک تناقض را نشان میده و پارادوکس شوه، چون اینجا در سیاست حضور نداره زنان ولی اونجا در شست باشه و حرف بزنه به نمایندگی از زنان؟ گوره یا از فکر قومه که چرت فیلی واکمنه واقع از جمن دی چه پا حکمت داری که پاتیش یا غاری چه واکمن وسی پا دقیق خلکو بانده، دوی باید خلکو اغا غختنو تا باید اغا رجوع پیدا کری. زه پا دی بانده پیگمه چه فیلی واکمنه تا کنشی دیر سخته بی چه دوی میرمن را معرفی کری، اغا میرمنه چه گردورز دوی نا غختنه ده مکتبون و ده خلاصول و ده کار حق و نغاری. خو دلته اوس راسو دوی ته چې نړیواله ټولنه اوس هم طالبان را کش کړي میسته، هم نور افغانان را ټولوي. دلته دوی د سوال د لاندې راځي، فیلی واکمنۍ نه به ده پوښتنې کېږي چې تاسو ولې مکتوبونه دروازې نه خلاصوئ، ولې د افغانانو د میرمنو غږ نه اورئ؟ نو په دې اساس کې که چېرته میرمنې د خارج نه تاسو راولئ او ده میز باندې کېنوئ او غوښتنې خپلې کوي، په دې ځای کې بیا فیلی واکمنه وی چې موږ د دغه میرمنو غږ او خبرې نه منو، دوی د خارج په ټکو باندې غږیږي. نو دې په خاطر باندې ښه به دوی چې د افغانستان د منځ میرمنې ورته معرفي شي تر څو د دوی غږ هم ته مشروع وسي. سپاسګزار شما، ممنون تناقای امین، بسیار خوش آمدین. بس ظاهرا ازدیاد نشست ها درباره افغانستان پس از حاکمیت امارت اسلامی بر تاثیرگذاری نشست ها هم اثر منفی گذاشته. بسیاری ها خوشبینم نیست به نشست هایی که برگزار میشه، میگن که میان توهی خواهد بود و اینطور هم چیزی برای حرف برای تغییر حداقل نخواهد داشت، فقط اعلامیه خواهند داد و نگرانی خواهند کرد. شما چطور میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض حرمت و احترام. بله واقعا بعد از تحولی که در افغانستان آمد ما شاهد نشست های متعددی در کشورهای مختلف بودیم، تفاوت دیدگاه هم فرق میکرد و گاه گاه این نشست ها جنبه رقابتی داشت و گاه هم جنبه های استخباراتی داشت و گاه گاه هم جنبه های سلیقه‌ای داشت. بله. و حتی شاهد برگزاری جلسات خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به قضایای افغانستان داشتیم که در نهایت هم قسمی که شما فرمودین نتیجهش چیزی نبود که به درد مردم افغانستان بخوره. بعد از توافق نامه قطر جلسه‌ای که پیش رو داریم ممکن است که دومین جلسه ای باشه متعلق به سازمان ملل متحد که جلسه را پیرامون اوضاع افغانستان مدیریت میکنه با کمی تفاوت که صحبت شد. ما فکر میکنم که تا زمانی که افغان ها درد مشترک احساس نکنند، تا زمانی که افغان ها خودشان سر پای خودشان استاد نشوند، تحت هر نامی باید ما یکدیگر خدا در آغوش بگیریم، این فرصت ها و میکانیزم هایی را مساعد بسازیم که همه افرادی که در بیرون از کشور هستند و هزارها مهاجرین که کشور را ترک کردند و اینا هر یک کدامش فرزند اصیل این خاک هستند
ولی این راهکاری ملی و تفاهم ملی راه را برای رفتن برای ثبات و برای ارتباط با جامعه جهانی و شامل شدن در سیستم جهانی بسیار کوتاه می سازد. ولی من فکر کنم که هر قدر جلساتی که در بیرون از کشور پیرامون اوضاع افغانستان صورت بگیره در نهایت به نفع کشور ما نیست. یعنی به نوع یک نسخه میتونه باشه. به صورت قطع فکر بکنین که از یک طرفی به یک نوعی تحریک میشه. خب سازمان ملل متحد ظاهرا در قبال افغانستان حالتهای نشستهای تشریفاتی داشته. شما ببینید دفتر یونما در 20 سال گذشته دوش به دوش جنگ و خونریزی قرار داشت در پهلوی ما شما. و الان هم با یک شیوه دیگه حضور داره. ولی شما جنگ ها رو در خاور میانه میبینید. اصلا سازمان ملل متحد و در مجموع چه شورای امنیت چه غیره و غیره سازمان های جهان شمول حتی سازمان کنفرانس اسلامی که اینها را اگر شما در مانیفستشان ببینید اینها در برنامه های کاریشان ببینید بسیار گپا نهفته است. بحث صلح جهانی مطرح است، بحث امنیت جهانی مطرح است، بسیار چیزهایی در منشور سازمان ملل متحد مطرح است. ولی به هر حال اینها تا به الان مسئولانه در قبال افغانستان فکر نکردند. ولی در نهایت نمیشه خوشبین هم بود به این نشست. از طرف دیگه تا دو روز دیگه ممکن تا یک روز دیگه نشستی در کابل برگزار شده، گروه تماس که ایجاد شده میان چهار کشور پاکستان، ایران، چین و روسیه این نشست را برگزار میکنه و آنچه که همونطوری که در نشست دوحه یک مورد برجستگی داره این همی است، برجستگیش این است که در کابل برگزار میشه. فکر میکنین همه اینها بی اثر خواهد بود و هر کس به دنبال منافع اثر نیست؟ ببینین جلساتی که در قطر قرار است دایر شود یا قبلا دایر شد بخواهیم نخواهیم متاثر است از تصامیم ایالات متحده آمریکا و جلسه‌ای که در کابل و جاهای دیگری که روسیه و کشورهای منطقه است متاثر است از کسانی که در برابر منافع آمریکا در منطقه مبارزه میکنند. افغانستان جلسات رقابتی داره، جریان داره، جلسه کاملا رقابتی میشه. اگر در رابطه با قضایای افغانستان بازم براتون میگم که تا زمانی که ساختار سیاسی مبتنی به افکار عمومی و فرهنگ‌های مسلط در جامعه شکل نگیره ارتباطات بیرونی نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه. بله ما به این نظر هستیم که یک حلقه امنیتی و تا استراتژیک در منطقه ایجاد شود و این کوتاه‌ترین راهی است که میتونه ما را به محیط بین المللی به نوع ارتباط ما برقرار کنه. در گام نخست کشورهای همسایه ما با کشورهای همسایه باید روابطی چه در امور اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، مبارزه با افرادگرایی و ده ها مورد دیگه ما باید نظر مشترک داشته باشیم. ولی زمانی که شما رقابت ها را میبینید کشورهای همسایه با یک نوع دنبال روی منافع کشورهای بزرگی است که در منطقه تصمیم میگیرند و بازم فرصت ما همه قسمی که دوستای اشاره کردن فرصت یک فرصت خوبی هست و امارت اسلامی یا در مجموع تحریک اسلامی طالبان این فرصت را نباید از دست بدن و این فرصت زمینه را مساعد میکنه با آشتی ملی و به فرهنگ ملی و در نهایت به یک ساختار سیاسی که ما بتونیم نه متاثر از حرکت های امریکا باشیم و نه متاثر از روسیه یا کشورهای دیگر. بسیار تشکر، سپاسگزارم آقای حسینی. از زمان حاکمیت امارت اسلامی از زبان رهبر امارت اسلامی گرفته تا شماری از اعضای کابینه حکومت سرپرست بارها شما شنیدین که به هیچ وجه گفتن به خواستهای جهان تن نمیده، در برابر خواستهای جهان از آنچه که خودشان میخواهند یک قدم هم پیش نخواهد گذاشت. بارها گفته تمام شرایط را برای رسمیت شناسی تکمیل کرده و گفته روی کرد را هم که پیش میبریم قابل قبول هم است. گفتن که مردم از ما راضی هستند و همینطور هم تأکید کرده که غیر قابل تغییر است چیزی که ما میخواییم و چیزی که جهان میخواید. با توجه به این موارد شما فکر میکنین که از نشست هایی که برگزار میشه انتظار این را داشته باشیم که باید فشار وارد بکنه برای امارت اسلامی که تغییر بیاره در روی کردش، یا فقط انتظار این را که آماده شود برای پذیرش همین وضعیت و همین روی کرد تا به رسمیت بشناسه؟ شما ببینید اول ما با کلمه فشار موافق نیستم. بحث فشار نباید در میان باشه، بحث اقناع باید در میان باشه، چه از طرف جامعه بین المللی روی امارت اسلامی افغانستان و چه از طرف امارت اسلامی روی جامعه بین المللی. ما باید بحث اقناع را بخوایم روی دست بگیریم. از طریق گفتگوی سالم ما همدیگر را به همدیگر تفهیم بکنیم با یک نتیجه مطلوب برسیم. شما ببینید جهان امروز جهان چند سال قبل نیست.
جهان امروز یک جهان بسیار تنیده در درون همدیگر است و حکم یک دهکده جهانی را گرفته است. هیچ کشوری در دنیا مستثنا نیست مگر اینکه بر اساس تعاملات با کشورهای دیگر، بر اساس داد و ستد و سیاست خارجی خود تنظیم بکنه. به تنهایی هیچ کشور در دنیا نمیتونه یک زندگی همه‌جانبه داشته باشه. در قسمت چه مهم همیست که چون متاسفانه افغانستان سالها میدان رقابت‌های کشورهای همسایه، کشورهای بیرونی بوده و فعلا هم رنگ بوی از او در درون افغانستان اونا تلاش داره که این ایجاد بکنه و احساس میشه. مهم همیست که حکومت افغانستان در برای هر کشوری به اندازه اهمیت بده که ارزش داره. ما کنفرانس هایی را که در مورد افغانستان برگزار شده که فعلا آمار او بالاتر از 10 مورد شده، اینا کنفرانس های کشورهای منطقه بوده. ما از سیاست امارت اسلامی مبنی به این که ما برای هیچ کشور جهان، چه همسایه چه منطقه و چه فراتر از او، ما مزاحمت ایجاد نمیکنیم، بدخواه نیستیم، دخالت نمیکنیم. بله. ما از این استقبال میکنیم، حمایت میکنیم از این سیاست اصولی حکومت افغانستان. اما ایران باید در نظر داشته باشیم که در 50 سال اخیر تمامی بحرانهایی که در افغانستان آمده بدون استثناء یا به صورت مستقیم ما از طرف کشورهای همسایه و منطقه را داریم یا کشورهای همسایه و منطقه زمین ساز از این بوده. بحرانایی که ما در افغانستان داریم، همین جنگ و درگیری و مشکلاتی که ما در افغانستان داریم بدون استثناء مشکل داخلی نیست، کشورهای چه خب اینا دخالت کرده از اونجا دل درون ما هر مشکلی پیدا کرده متأثر از بیرون بوده، کشورهای همسایه و منطقه بوده. و این به این معنا نیست که ما توصیه بکنیم که با آنها ارتباط نداشته باشید، ولی به این معنا است که هوشیار جان خود باشید. ما تمام معضلات افغانستان در 50 سال اخیر به صورت مستقیم اکثرا و در موارد هم به صورت غیر مستقیم که همسایه های ما کشورهای منطقه تاثیرگذار بودن. دیگه این ببینید که شما افغانستان چی نیاز داره. افغانستان مهمترین همین کشورهای همسایه که بالای ته میخواستم ذکر بکنم، بالای 10 کنفرانس گرفته و امارت اسلامی را در پنجه خود گرفته در 2.5 سال گذشته، حتی اینا حاضر نشدن امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. خب خواست داشتن، شرط داشتن، شما ببینید شرطهایشان میگنم ولی نشد، شرطهایشان خود شرطهای غیر مشروع غالبا. یعنی میپذیرین وقتی امارت اسلامی میگه که ما تمام شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل کردیم باید بشناسه؟ بخش از شرایط منطقی جامعه بین المللی که در مقایرت با ارزش‌های بنیادی اسلام و ارزش‌های افغان نداشته باشه، ما پیشنهادی می که این پذیرفته شود. درست. مثلا حضور زنان با شدن مکاتب به عنوان مثال خدمت هم. بعد ببینیم، من میخوام میره در کشورهای چهرز بکنم که یکی از چیزهایی که مهم است همه کنفرانسی که 2 روز آینده در کابل برگزار میشه کشورهای منطقه، شما به چی نیاز دارید؟ شما اولین مشکل افغانستان مشکل اقتصادی است. ما چند محور کلان داریم از جامعه بین المللی که با افغانستان در مسائل اقتصادی همکاری میکنه. یکیش کشورهای همسایه و منطقه است. در حدود 20 کشور همسایه منطقه را شما در نظر بگیرید، نیست چال تاره به شمول چین، به شمول روسیه، پاکستان، ایران و تاجیکستان و کشورهای دیگه ای که ما در منطقه داریم حدود 20 کشور. یکی ما مثلا یکی از محورهای همکاری افغانستان از لحاظ اقتصاد امریکاست. بله. یکم اروپاست، دیگه هم مثلا همپیمانای امریکا مثل ژاپن و آلمان و بعضی کشورهای دیگه. شما این را در نظر داشته باشید که تمام کمک های کشورهای بین المللی فقط در همین یک سال گذشته را در نظر اگر بگیریم، تمام کمک های کشورهای منطقه و همسایه که شما حدود 20 کشور را در نظر بگیرید به اندازه 15 روز کمک آمریکا و افغانستان است. به اندازه یک سال نمیگم، یک ماه 15 روز. شما اونایی که در وزارت خارجه افغانستان نشستن یک آمار از کمک های بین المللی بگیره که به اندازه
بی همکاری اقتصادی 20 کشور منطقه و همسایه به اندازه کمک 15 روز کمک امریکا است. به این معنا نیست که ما از امریکا چی بکنم. ما بر اساس منافع ملی افغانستان گپ میزنیم. ایره شما مثلا میتونه اینا بررسی بکنه. ما میگم برای هر کشوری به اندازه چی یک نکته را میخوایم اضافه بکنیم. بله. که بعضی کشور مبادلات اقتصادی را میگه که چین میایه، از کشورهای کالا میایه. اینا همکاری نیست، اینا دکانداری. بسیار تشکر. هر دکانی تلاش میکنه که مشتری برای خود جذب کنه. بسیار تشکر، سپاسگزارم. بانو پتنگ، شما فکر میکنین تغییر آوردن نشست ها و تلاش هایی که کشورهای منطقه و اینطور هم سازمان ملل در دو نیم سال داشته در رویکرد ما اسلامی یا هیچ اثرگذار نبوده؟ ګورې که چې تغییرات نه وای ورستلی زبغه قومه چې مرګوري ملتونو به نن ورځ د افغانستان په برخه کې د رقه یو ناسته بین را جوړوله چې هلته طالبان هم را دعوت کړي او د افغانستان هغه خلک چې واقعیت ستونزې او شکایتونه لري چې هغوی ټول د یوه میز په چهار طرف ته را ټول کړي او خپلې ستونزې ورسره بیان کړي. زه فکر کوم چې دغه ناستې بېله شکه چې فایده لري او زه فکر کوم چې د رقم ناستې نه موږ تاسو کولی شو چې بهتره فایده واخلو. ګورې موږ تاسو باید په دې باندې فکر وکړو چې ښه دلته د دې ناسته کېږي، طالبان را غوښتل کېږي، بینری ټولنه ده پدې کې امرګری ملتونه دی هم در رقم دی افغانستان دی د خلکو په استازیتوب باندې د ځینې اشخاص راځي او غوی هم به نمایندګي کوي د افغانستان د خلکو د ستونزو په اړه باندې. دلته باید راشو چې دغه ټول هغه کسان چې دلته را غوښتل کېږي د دوی هدف څه شی دی او څه شی غواړي د دې غونډې نه. بینری ټولنه خو غواړي چې د افغانستان خلکو خبرې واوري. اگر بانو پتنگ اجازه بدین ما در مورد خاصی که جامعه بین الملل داره و این طرف هم امارات اسلامی چی خاص داره پس از وقفه از شما بپرسم، حتما صحبت های شما رو میگیریم. وقفه. ادامه محور خوش آمدین. بانو پتنگ شما صحبت میکردین بسیار مهم هم از همین مسئله، اول باید مشکل شناخته شوه بعدش در موردش صحبت شوه راه حل دریافت شوه. شما فکر میکنین جامعه بین الملل در رأسش سازمان ملل این نشسته که برگزار میکنه به دنبال چی است؟ چی میخوای از امارت اسلامی؟ ظاهرا در گذشته بحث حکومت فراگیر را مطرح کرده، مسئله حقوق زنان را مطرح کرده، ولی حقیقتا فکر میکنین چی میخوای؟ و این طرف امارت اسلامی به جز از برسمیت شناسی چی میخوای؟ آیا بحث قنادی مطرح است یا بحث هر کس به دنبال غالب شدن است؟ ګورې د بینالمللي ټولنې غوښتنې همدا رقم د طالبانو غوښتنې ډېرې ساده غوښتنې دي. بینالمللي ټولنه چې ده هغوی غواړي چې د افغانستان د خلکو خبرې واوري او بیا کوشش کوي چې خپلې ملي ګټې د هغو په چوکاټ کې رامنځته کړي یا ویشي کړي چې هغه خوندي کړي. د دې د څنګ سره بینالمللي ټولنه غواړي چې طالبان د دوی هېواد ته کوم امنیتی ستونزې رامنځته نه کړي چې موږ تاسو وینو چې تر نن ورځې پورې داسې څه نه دي شوي چې په هغو هېوادونو کې هغوی ملي ګټې زیان ورته رسېدلی وي. او طالبان څه شی غواړي؟ طالبان لکه تاسو چې ووایې هغوی رسمیت پېژندنه غواړي، هغوی غواړي چې د بینالمللي ټولنې سره ښې اړیکې ولري، هغوی غواړي چې د بانکي سیستم بېرته فعال شي، هغوی غواړي چې ډیپلوماسي ولري د نړیوالې ټولنې سره په رسمیت باندې وپېژندل شي. و همدارقم هم خپله طالبان غواړي چې په واکمنۍ کې پاتې شي، غواړي چې دغه قدرت چې دوی ته ورکړل شوی دی، دغه قدرت کې دوی هر څومره وخت چې کېږي هغوی وشي کړی چې تېرې کړي. د دې څنګ سره بیا د افغانستان خلک راځي چې د افغانستان خلک څه شی غواړي. افغانستان خلک غواړي چې هغه حق او حقوق چې میرمنو ته یا نرینهو ته د خدای د خوانه ورکړل شوی دی، اقلا هغو ته باید په درنه سترګه باندې وکتل شي. دلته اوس موږ تاسو راځو چې دغه غوښتنې چې بینالمللي ټولنه یې آر وي او همدا رقم بیا طالبان څنګه کولی شي چې هغه خپل سیاست غوره کړي چې دلته د بینالمللي ټولنې غوښتنې دوی ومني او خپل نظریات ورسره شریک کړي چې دلیل یې څه دی چې دوی مکتبونو دروازې کلپې کړي دي. او څومره دلته که څه هم خبره وشوه چې د فشار ټکی باید استفاده موږ تاسو ونه کړو، خو آیا بینالمللي ټولنه اوس او یا هغه افغانان چې راځي په دغې غونډه کې د دوی سره کښېني کولی شي چې طالبان دې ته قناعت طالبان ته قناعت ورکړي چې د مکتبونو دروازې را خلاص کړي، یا طالبان قناعت ورکولی شي بله. خب همونطوری که دیدمش سیاست هم همی است که باید چانه بزنی و هر کس در تلاشی است که آنچه که به دنبالش هست را باید تحقق ببخشه.
شما وقتی به خواستهای امارات اسلامی نگاه میکنین، چیزی که اعلام کرده تا امروز، میگم ما باید به رسمیت شناخته شویم، تمامی شرایط را تکمیل کردیم، روی کرد ما میگم مطابق شریعت اسلامی است و اینمی را باید همگی بپذیره، و از طرف دیگه میگه کشورها نباید مخالفان ما را حمایت بکنه، میگه که به هر حال آنچه را که برای زنان همین اکنون داده به عنوان حقوق، اینها از حقوق و وجایب است که اسلام به اینها داده. حق به جانب هستن؟ ګوري دا خبرې خودی کوي اق په جانب کې چیرته وای نو افغانانو به نن ستونزې د دوی سره دلودلې. بلا شکه چې دوی اق په جانب مانی دم دی په خاطر باندې اوس موږ افغانانو ته ښه فرصت را پیدا شوی دی چې موږ کولای شو چې دغه فرصت نه استفاده وکړو او دغه خپل حق ورنه د دوی نه وغواړو، او دغه حق چې موږ تلف شوی دی دلیل موږ ته وویل شي چې ولې دوی تلف کړی دی، او څه وخت به افغانان وشي کړی چې په خپل هېواد په منځ کې د ترقي لپاره کار وکړي. ګوري دغه غونډه چې رامنځته شوې ده ولې په دغه اساس وختي را دغه غونډه را جوړه شوې ده، ولې مخکې دغه غونډه نه به را جوړه شوې، دغه پوښتنې دي. دلیل یې دا دی ګورئ چې هلته په امریکا کې موږ تاسو اوس وینو چې انتخاباتو ته وخت ډېر کم پاتې دی. بېله شکه چې امریکا حکومت نه جمهوریت خواهانې و همدارقم نه دیموکرات خواهانې، دوی هم نه غواړي چې د افغانستان په عقله باندې دوی نن ورځ خبرې وکړي. دو خاطر د دواړو خواو له طرف نه که دوی چېرته د افغانستان په عقله باندې خبرې کوي، دوی ضعیفوالی ورته مخې ته راځي. نو زه فکر کوم تر څو چې د امریکا په سیاست کې کوم بدلون نه وي راغلی، دغه ناستې به کېږي، خو هغه اساسي ټکو ته چې موږ تاسو ورسېږو چې اساسي تغییرات افغانستان په سیاست کې راشي، زه فکر نه کوم تر څو چې د امریکا په سیاست کې تغییرات را نشي افغانستان. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقای امین. این که حقیقت چی است معلوم نیست، ولی آنچه که کشورها اعلام میکنه در رأسش سازمان ملل، همه اینها به نحوی نشان میده که اینها داره ناجی مردم افغانستان میشه و به دنبال حقوق مردم افغانستان هستند. خواستهایی که داره تمامیش چیزهایی است که باید در بعد داخلی تغییر بکنه رفتار حکومت سرپرست. فکر میکنین واقعا میتونه جامعه بین الملل امارات اسلامی را در تغییر روی کردش قناعت بده با توجه به موقفی که امارات اسلامی بارها گرفته در مورد مسائل گوناگون؟ ببینید در دید عمومی یا در محاسبه کلان جهانی، خب بس حقوق بشر، ساختار نظام، نظام‌های همشمول یا نیازهای مردمی، اینا یک اصل است در قوانین بین المللی، ولی خب هر کشور متناسب با فرهنگ خودش جایگاه سیاسی خودش را تعیین میکنه. و اینا در شما تمام نشست‌های خصوصی ملی و بین المللی که میبینین، حالا بیرون از حوزه جغرافیای سیاسی، این موضوعات هست، مطرح میشه، چه در نشست‌های سازمان ملل متحد یا غیره و غیره. بس قناعت هم میتونه یک چیزی دیگه باشه، ولی من نظری ما است که ما نمیتونیم متفاوت زندگی کنیم یا تنها را بریم. بحث رفتار سیاسی در روابط ملی تاثیر داره، در روابط های استراتژیک تاثیر داره. ما نظر میست که امارت اسلامی بخواه نخواه و راهی که میتونه کشور به ثبات برسانه، باید یک طرف قضیه در به اصطلاح رقابت های جهانی باشه. یعنی مفهومش به این نیست که ما بیم متاثر از فرهنگ غرب باشیم یا شرق. در داخل کشور ولی همرنگ با جمعیت چگونه؟ ولی بس همرنگ با جمعیت هم در این اصطلاح مطرح نمیتونه باشه. مثلا شما در روابط بین المللی فکر کنین که بر رقیب امریکا با روسیه و کسایی که با روسیه است، حالا بس تامین امنیت و مبارزه مشترک با تهدیدات مشترک است، این بس فرهنگ نیست. بحثی به این نیست حالا کلی اکثریت کشورهای اسلامی روابط خدا با ایالات متحده امریکا به یک شیوه دارن و با روسیه به یک شیوه دیگه دارن، با چین به یک شیوه دیگه دارن. یعنی بازم میگم مفهوم به این نیست که بیا در داخل کشور چطور تفکیک شوه. یک طرف ولی شما خوب این تفکیک بستگی به پالیسی نظام دارد. طبعا ما باید دیپلماسی قوی داشته باشیم، نظام سیاسی ما باید کاملا مقتدرانه تصمیم بگیره، جایگاه حقوقی خود در قوانین بین الملل باید با دلایل روشن بسازه. بله. یعنی بحث حقوق بشر، خود نمیشه که ما در دو سال سه سال نتونیم یک تعریفی در رابطه با حقوق بشر داشته باشیم. درست است شاید که حقوق بشر از دید آمریکایی ها یک تعریف داشته باشه، از دید ما یک تعریف دیگه داشته باشه، ولی جای میتونیم که یک نقطه مشترک داشته باشیم. شما در تعریف سیاسی برین در جامعه اکادمیک هزارها تعریف وجود داره که سیاست یعنی چی، ولی گاه گاهی میبینیم مشترکاتی وجود داره که جهان متفکرین اسلام و غیر اسلام
سیاست آورده در یک نقطه یا دو نقطه تعریف مشترک کردند. تمام اصطلاحات مثل تروریسم یا افرادگرایی، بله، ما باید در این بخش بسیار کار صورت میگرفت. بس افرادگرایی یعنی چی؟ بس تروریسم یعنی چی؟ برای حقوق بشر اینا اصطلاحاتی است که هنوز ما قادر به این نشدیم که یک تعریف از اینا داشته باشیم. تا زمانی که اینا یا حکومتی با قاعده وسیع یا ساختار نظام سیاسی، اینها باید در یک در نشست‌های ملی روش مطرح شود. ولی آقای امین، از یک طرف قضیه اگر حرف این گونه باشه که ممکن نیست که کاملا متفاوت و با یک رویکرد تازه و منحصر به فرد عمل بکنی در جامعه بین الملل، اگر هدفی باشه که مدغم شوی، و از طرف دیگه هم نمیشه خب حکم مطلق بکنی که جامعه جهانی ممکن حق به جانب است یا امارات اسلامی حق به جانب است. دیدگاه ها مطرح شدن، حالا بسی است که یک راه مشترک دریافت شود که هم حقوق مردم افغانستان به شکل درستش تعریف شود و تأمین، و هم همینطور هم نوعیت حکومت و این موارد تعریف شود. اگر امارات اسلامی به تنهایی خودش حقوق مردم را تعریف بکنه، حقوق زنان را تعریف بکنه و نوعیت حکومت را، شکلگیری حکومت را، نوع نظام، همه اینها را تعریف بکنه، این زمان فکر نمیکنین که کاملا امارات اسلامی اگر حکم مطلق هم بده حق به جانب هم باشه در برابر جامعه بین الملل؟ نه، ببینین فعلا دید عمومی در رابطه با قضایای افغانستان یک دید استخباراتی است. هنوز ما روابطمون استراتژیک با جهان یا کشورهای دوست، اما کشورهایی که دوست ماست روابط ما استراتژیک نیست، روابط حالت ابزاری داره. یعنی تا زمانی که ما در بازار تجارت خرید و فروشی می خطرناک است برای افغانستان، ما باید یک طرف قضیه باشیم. حالا شما دید جهانی، شما در نشست های بین المللی ببینید، وقتی که قضیه حقوق بشر یا زنا مطرح میشه با احترامی که به خانم پتنگ داریم، بعد میبینید چند تا خانم های مطرح است، امریکا روی امو حساب میکنه، ملل متحد هم روی ازو حساب میکنه، کشورهای منطقه هم از میلیون ها زنی که در افغانستان بله. تا چی استعدادهای نفته است، میبینی که 4 5 تا زن تعریف شده است که گای دای مفیل گای دای. بعد جامعه مدنی مطرح میشه عین قضیه، بعضی مردا ولی به این کسایی نیست که امروز یک عمر جنایت کردن، ما بیم در ساختار سیاسی اونها را سهیم بسازیم، ولی نیاز است که ساختاری تعریف شده باشه، نیاز است که رسیدن به قدرت یک مکانیزمی برش تعریف شود، نیاز است که برای مشارکت مردم در قدرت یک مکانیزمی برش تعریف شود، افکار عمومی به نوعی در قدرت باید سهیم باشه. حالا بس اگه ببینید که هم پارلمانی که دیروز ما داشتیم به موشه و پارلمان داشتیم، راههایی وجود داره. یعنی یک سلسله مشکلات ها میتونه داخلی باشه و متناسب با داخل، در بیرون هم تمام نشست های استخباراتی، رقابتی، سلیقه‌ای و تشریفاتی است. یعنی قضایای افغانستان ما باید از بازار تجارت بیرون کنیم. چی میشه؟ این نیاز به یک گفتمان ملی و به گفتمان اکادمیک داره که ما راهکارهایی که بتونه حداقل ملت قناعت بده و همزمان جامعه جهانی را قناعت بده. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقای حسینی، فکر نمیکنین یک کوتاهی از آدرس حکومت سرپرست شده؟ اگر در این موارد اقدام های جدی میشد، ممکن است که بسیار از حرف هایی که حالا مطرح میشه دیگه مطرح نشود. مثلا پاسخ قاطع داده میشد که حقوق زنان و حقوق بشر و حقوق شهروندان بر اساس روایت های دینی تعریف شده و به چاپ برسه در یک قانون بگه که از این ما نه عدول کرده میتونیم و نه شهروندان عدول بکنه و نه هم در برابر جهان کوتا میاییم. نوعیت نظام را تعریف میکرد، قانون اساسی را تعریف میکرد و در مورد حکومت فراگیر میگفتن که هرگز ما دیگران را اجازه نمیتیم. این که بسیار از رفتارها مبهم است، فکر نمیکنین این رفتارهای مبهم باعث شود که جامعه بین الملل زبانشان همچنان دراز باشه و با این نشست ها حداقل افکار عامه را هر روز مخشوش بسازه و نتیجه ای را هم به دست نیارن؟ شما میبینید ما یک سری اصول اسلامی و افغانی داریم که به صورت اعتدال باید رعایت شود و ما از او حمایت میکنیم. بحث اینجاست که آیا افغانستان میخواید تنها زندگی بکنه یا با جامعه بین المللی؟ اگر میخواید تنها زندگی بکنه، بله، هر قسم دلش خواست میتونه زندگی بکنه. اگه میخوای با جامعه بین المللی یک جا باشه، یک سری الزامات خاص خودش داره. مثلا در قسمت امی که دوست ما فرمودن که ما مثلا خود افغان ها جمع شود تصمیم بگیره، اینا ما اگه افغان های کل دنیا را جمع بکنیم متحد هم شویم، اما کل مشکلات، امی مشکلات حکومت فعلی ما با تنها با افغان حال نمیشه.
مثلا امارت اسلامی میخواد که ما را به رسمیت بشناسنه، این با افغان حل نمیشه. با کی حل میشه؟ وی را با جامعه بین الملل خوب به رسمیت بشناسن. خب وقتی صدای مشکل در داخل افغانستان وجود نداشت مثلا امارت اسلامی میخواد که بعضی از رهبرای امارت اسلامی دلیست سیاست هنوز، این باید از کجا حل شد؟ از طرف افغان ها به تنهایی حل نمیشه، با جامعه بین المللی اقنا شود. امارت اسلامی میخواد که ذخایر پولی افغانستان بهش داده شود که حقشان هم هست، ولی باز هم میره با تعامل بین المللی باید به دست بیاره. و ده ها مورد دیگه اگه بخوایم، من نگاهی میست که اولین که امارت اسلامی گرفتار بلوف های کشورهای همسایه و منطقه نشود. ظاهرا در ظرف برمی آید که نشستی که تا دو روز دیگر کامیر آمد خب اینا هم همی خاطر است که میخوای یک روندی را تهیه بکنه که اتحاد منطقه‌ای و کشورهای همسایه ایجاد شود که در اونجا مثلا به اصطلاح خودشان نقابت بکنه. ولی بسیاری ها بدید نک میبینن نسبت به نشست. شما من گفتم بحران هایی که ما داریم از منطقه و کشورهای همسایه است تا کشورهای بیرونی، اینا یا مستقیم است یا غیر مستقیم، همه کشورهای همسایه دخیل است و منطقه. من یک نمونه خدمت شما عرض میکنم از سوی استفاده ای که از افغانهای ما میشه، در هیچ جای دنیا وجود نداره. اما آقای حسین اجازه بدین مثلا من اشاره بکنم، من یک نمونه را ذکر میکنم. نمونه ها زیاد است از همه کشورهای منطقه و همسایه، ولی من به یک نمونه اشاره میکنم. ما حدود 200 کشور در دنیا داریم، اکثر کشورها مهاجر کم یا بیش داره. در هیچ کشوری دنیا وجود نداره که از مهاجرین خود از بس یک لشکر نظامی ایجاد بکنه. مثلا ما در ایرانی را داریم که هزاران نفر مهاجر مظلوم ما در جنگای نیابتی ایران جان داده و ایران ایران بارها رد کرده. ولی اگر مشخص صحبت بکنیم آقای حسینی از بس بیرون نشویم، شما که نماینده ایران نیستید. نه هدف ما این است که بس ما بس ایران نیست. نه شما نماینده، خب ما کشورهای بین المللی رو بس میکنیم، شما از هم کشورهای منطقه صحبت کنید. این اتهام ها زیاد از دیگه برابر روسیه هم از برابر امریکایی هم از برابر ایرانی ها هم هستن. شما نماینده ایران بس ما بس ایران نیست. اما آقای حسینی اگر همه مردم با یک صدا در کنار حکومت بیستن، شما میگه تیره که همه میدانه، کل افغانای ما میدانه، کل دنیا میدانه که لشکر اختصاصی از مهاجرین افغان ما ساخته شده، در سوریه جنگیده، فعلا حضور داره، نام داره، نشان داره. شما میگید که پس آی ایران قبول نداره. نیاز نیست جنایتکاری اعتراف نمیکنه که من جنایتکار هستم. بله. ولی جنایتکار تالا آمده، مگر این که فشار رویش آمده باشه، توسط شکنجه اعتراف کرده باشه. هیچ جنایتکاری در دنیا پیدا نمیشه که در حالت عادی اعتراف بکنه که من جنایتکار هستم. اما همونطور که شما میگن مشکل افغانستان مشکل داخل افغانستان نیست، باورها اینجا این بود که باید درد مشترک در داخل افغانستان شناخت پیدا شود و در موردش کار صورت بگیره. اگر هیچ صدای مخالف از داخل افغانستان در برابر حکومت وجود نداشته باشه، اکثریت مطلق در کنار حکومت بیسته، حتی اگر جامعه بین الملل و کشورهای دیگر به دنبال استفاده سو هم باشه، فکر میکنین دیگه باز بهانه باقی بمانه که به رسمیت شناخته نشه و چیزی که قبلا شما اشاره کردید؟ شما ببینید که این هنر حکومت افغانستان است. ما چیزی را که فعلا احساس میکنیم رضایت عمومی از حکومت فعلی نسبتا خوب است. این خودش یک فرصت کلان، یک جنبه مثبت کلان است که باید از این باید استفاده شود. از نیرو حمایت ملی ما باید استفاده شود. اما ممکن است در بعضی موارد ها کمبودهایی وجود داشته باشد. کمبودهای خوب باید رفع بکنه. هیچ دولتی در دنیا نیست که کاستی و کمبود نداشته باشه. ولی این کاستی هایی که ما را سو می‌داره در حد نیست که شما جامعه بین الملل برسمیت نشه. یک چیز باشه در کشور دیگه کمبودی، یک چیز دیگه باشه. ما خواهش ما از امارت اسلامی است، ما به عنوان یک شهروندی که از این حکومت حمایت میکنیم، درست است؟ بله. ما میخواییم یک حکومت ما اقتدار پیدا بکنه. به همین خاطر میگم با جامعه بین المللی باید به صورت سالم باید روابط برقرار شود.
بخاطر ما میخوایم یک حکومت اقتدار پیدا بکنه دیگر یک بار دیگر مردمای ما در جنگهای داخلی خدای نکرده اینا قطرام نشود. ما چون حامی امارت هستیم به همین خاطر میخوایم اقتدار پیدا بکنه. چون اقتدار میخوایم پیدا بکنه میگیم با جامعه بین الملل تعامل بکنید. بسیار تشکر. یک تعامل مثبت که از دو طرف باشه. تعامل یک طرفه وجود نداره که ما بگیم یک طرف تعامل بکنه یک طرف باشه سر جای خودش. تعامل از دو جانب باید صورت بگیره. تشکر میکنم. ممنون شما. پتنگ تغییراتی که باید در بود داخلی رونما شود که نشده، شما فکر میکنید در بوده که زنان اونجا متاثر میشه چی است و این تغییرات چگونه باید رونما شود؟ چقدر باورم دارین که امارت اسلامی او تغییرات را بر مبنای آنچه که زنان به دنبالش هست را فراهم بکنه؟ گوره ایزه فکر کامه چه زمونگ تاسو اغا اساسی چه کده چه اغا میلی گاچه دیگه اغا تا باید مونگ تاسو اشاره بکنو. زه فکر کامه چه ده اغا کمه ناسته چه که گوره دل تا مونگ تاسو وینو چه ده دره گروپونو نا اتا به کسانو اشتراق ولری. لکه ما چه وقتل چه اغا مخی اغا خلو خبرت ادامه برکرمه گوره دل تا وز مونگ تاسو ده افغانستان ده میرمنو پا نمایدگی سره دل تا به زن میرمن وی او پا دغی ناسته که به دوی شرکت بکری. دوغوی غوختن به چه بی؟ اوغوی غوختن به در انجون در مکتبون خاص اول بی، در میرمن و در حق ورک اول بی، او هم در اقام میرمن و در اجاد دیوار کری چه اوغوی هم وشی کرای چه در افغانستان پس سیاست که هم غرب ولری او هم جای ولری. او دیده چند سر گوره یا بیا بایمالی طولانه چه کما غوخته نکوی آقا ده دوها ده آقا قرارداد چه پا دوها که طالبان اصلا شایده چه پا اوغو بانده باید دوی چنگار بکری او کوشش باید بکری چه آقا عملی شی. او دلتا مگه تا سرازو چه بایمالی طولانه با آقای بخپل امنیتی ستونزو تا به اشاره کوی و هم در اقام آقا کم حقوق بشر چه دوی همیشه یادیوی چه خپل بایمالی طولانه یه هم نساتی مگه تا وینو متاسفانه او دید چند سره به دوی بین افغانی خبر رو تا به دوی تینگار کبی خود دید ارت به روزو طالبان به چه شایی کبی به درقان غنده که اوغوی به خپل غختنی لری اوغوی به یه اول چه ده مکتبون او ده میرمن و ستونزی چی دیا پا افغانستان که چمونگا پا ده کور پا منسی کمی ستونزی لرو اقا ده مخپل کور ده ستونزی دی چمونگا قول ده خپل کور پا منس که حل کرو چه دلتا بیا ده میرمن و سازمان کولیشی چه بهتر رول بلو بگی بیا رازی طالبان بگی یه چیز مونگا تاسو هر کسان چه پا بلک لست که دی اوغوی تاسو دلست نره و باسه ده مرگاری ملتونو که مونگا چوکی را کره مونگا غارو چه خپل نمایدال تا باید مونگا و لرو او دیه چنگ سره زمونگا پیسیم چه اغا کنگل شوی پیسی چه دی اغا یو ازاده کره او پس لغینا دوی با غختنه او دیه جا تینگار بده دیده پاره کوی چه مونگا پر اسمیت بانده او پیجانه یا نوزه فکر که اومه چه دقا غنده چه دی پا دوار از ده پاره چه تکل شوی ده دقا طول استونزی به حل لیار باورتا را پیدا نشی خو اغه شیرو ده خبرو ده پس لدینه به نور غونده را بلن کیگی او زه فکر کوم چې ورو ورو موږ تاسو کولای شو چې یو الیار را پیدا کړو تر څو دغه ستونزو ته موږ الیار را پیدا کړو. ګورې په افغانستان کې لکه دلته چې ورونو اغه اشاره وکړله خبرو ته چې ستونزې موجودې دي خو موږ تاسو باید داسې یو پالیسی باید ولرو چې هغه هیوادونه چې زموږ تاسو سره همدومره غټ غټ کومکونه چې کوي لکه امریکا شوله او یا نور هیوادونه دي همدومره غټې غټې ستونزې هم موږ ته کولی شي چې را ایجاد کړي. افغانستان باید هغه پالیسی باید غوره کړي چې څنګه کولی شي چې بغیر له دغه هیوادونو د کومک نه وشي کړی چې خپلو خلکو ته کومکونه ورسوي د کار زمینه ورته برابره کړي. افغانستان هر څه لري خو موږ تاسو صحیح تګلاره متاسفانه نه لرو چې وشي کړی چې د خپلو ذخایرو نه د خپلو غني شیانو نه موږ تاسو بهتره استفاده وکړو. دو به خاطر باندې موږ تاسو همیشه احتیاج استو او کوشش کوو چې هغه هیوادونه چې زموږ تاسو سره زیاتره کومک کوي هغوی ته زیاتره ترجیح ورکړو. نو زه فکر کوم چې دا رقم ناستې چې کېږي او یا چې د دې څو ورځې درې هفتې وروسته دغه ناسته کېږي زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده. دو په خاطر باندې چې موږ تاسو بیا دوباره هغه میز ته راټولیږو چې په هغو کې فعلي واکمنۍ ته واک ورکړل شوله نو دلته موږ تاسو ته اوس کارخانګي په کار ده چې څنګه کولی شو چې دغه خبرې چې دغه ستونزې چې د کور په منځ کې باید حل شوی وای متاسفانه چې هغه د کور په منځ کې حل نشولې نن ورځ موږ مجبور استو چې بینالمللي ټولنې په مخ کې موږ تاسو دغه خپلې ستونزې بیان کړو تر څو یوه حل لاره را پیدا شي.
خو دغه رقم غونډې چې دي زه فکر نه کوم چې دوی به دا رقم غونډې وي لکه په بوند کې چې تیار شول هېواد ته موږ تاسو ته فرمایشي هغه کسان وټاکل شول او افغانستان ته راولېږل شو چې زموږ واکمنان شي. زه فکر کوم چې دغه غونډه صرف د دې لپاره ده چې افغانان په خپلو منځونو کې وشي کړی چې خپلې ستونزې را وړاندې کړي تر څو بهمې ټولنه هم وشي کړی چې د دوی په منځ کې منځګړیتوب وکړي. سپاسګزار شما ممنونتان آقای امین. شما فکر میکنین که مشکل از خود مردم افغانستان است یا دیگران ایجاد میکنه و ما داریم برف خود را به بام دیگران میاندازیم؟ نه، یک بخشش میتونه با داخل افغانستان ارتباط داشته باشه. ببینین حالا بحثی داخلی و بین المللی مطرح شد. در مبارزه سیاسی عوامل داخلی هست از عوامل بین المللی فرع است. یعنی شما زمانی که انتقادات در بیرون از کشور میبینین، بحث حقوق بشر را مطرح میکنن متعلق به مردم افغانستان است. بحث نظام سیاسی را مطرح میکنن متعلق به مردم افغانستان است. یا بحث حتی تروریسم را مطرح میکنن، افرادگرایی را مطرح میکنن، حکومت هم شمول همه که متعلق میشه به داخل کشور. هدف است که ما نباید ما فرصت بدیم که دنیا درباره آموزش ما تصمیم بگیره، در برابر حقوق بشر. حتی ما باید به عنوان یک حکومت اسلامی الگو باشیم که دیگرها از ما در رابطه با احترام به حقوق بشر و احترام به تمام اتباع کشور در داخل و بیرون کشور از ما باید یاد بگیرند. ما باید الگو صادر کنیم بیرون از کشور. از این معلوم میشه که خوب میپذیریم که یک بخشش بله داخلی است، عوامل کاملا داخلی است که ما باید سر پای خودمان ایستاد شیم، اقتصادمان تعریف شده باشه، پرده های پنهان وجود نداشته باشه و شفاف در جامعه جهانی باید مطرح باشیم. یکی بله. دومی که بله در بیرون هم شما میبینید که رقابت هاست، باز ما مطرح میکنیم که رقابت های کشورهای مقتدر در منطقه است و اینها بر مبنای پالیسی و استراتژی خودشان تصمیم میگیرند. یعنی کشورها هر یک دور واقعا تلاش میکنه مداخله کنه در داخل. خب مداخله به این معنی نیست که بیا اوضاع ما را خراب کنه، ولی میخواد که در رقابت های بین المللی افغانستان باید در این خط باشه، در این خط باشه و به این شکل حرکت کنه، رفتار سیاسیش قسم باشه. خب اون بحث خودشان است. ما اگر گفته جناب کرزی صاحب که اگر یک کشوری با اقتدار باشه، ما میخواهیم که پاکستان سمت سو بدیم، سیاست ایران دیگه طرف سمت سو بدیم، با آمریکا یک شکل بازی کنیم، با روسیه دیگه شکل بازی کنیم، او بستگی داره به اقتدار، به پیشرفت، به گپای دیگه. ولی به هر حال ما فکر میکنیم که بعد از نیم قرن ما تازه از جنگ بیرون شدیم. این هم یک فرصت کلان است. همین فرصت کلان است برای فعلا بزرگترین چانس برای امارت اسلامی یا در مجموع تحریک اسلامی طالب است که فعلا کدام مخالفین مسلحی که اینها از حمایت کشورهای منطقه و جهان برخوردار باشند وجود نداره. دید جهانی در صدد حذف طالبان نیست. اینمی در سطح ملی و بین المللی یک چانس بسیار بزرگی برای فضای ختم جنگ است در کشور. و این چانس زمان خود داشت. اگر این چانس ما از دست بدیم، باید بریم به طرف قانون اساسی به عنوان یک وثیقه ملی، بریم به یک شورای کلان ملی، حالا به هر شیوهی که استراتژی و یا پالیسی امارت اسلامی جواب میکنه، یک شورای ملی باید ایجاد شود. در روابط بین المللی ما باید پالیسی مشخص داشته باشیم. در رابطه با کشورهای منطقه هر یک کدام از این به یک نوی با ما جنگیدند، ولی ما نمیتونیم الان بجنگیم. پالیسی های مشخص و روشن داشته باشیم، حتی برای مخالفین و برای مهاجرین. اینها چیزهایی است که افغانستان به طرف اقتدار میبره و به طرف یکرنگی میبره و میتونه که اقتصادی تعریف شده باشه و میتونه در حوزه بین المللی جایگاه حقوقی خود تثبیت کنه. سپاسگزار شما آقای سید عبدالمقدم امین، آگاه روابط بین الملل، آقای سید جواد حسینی، آگاه مسائل سیاسی، و بانو دیو پتنگ، فعال حقوق زن، از حضور عرصه مهمان گرامی سپاسگزارم. از شما بیننده ها هم سپاسگزارم که بیننده محور بودین. خدا نگهدار.